همه چیز اینجاست همین پشت همین پشتی که ما نمی بینیم همه یه که باش روبرو رو هستیم همین پشتیه که ما نمی بینیم توی این اپیزود رفتیم سراغ سریال در انتهای شب خانم آیدا پناهنده با ما همراه باشید قبل از هر چیزی ها داره سلام کنم سلام من حسان امیری هم اینجا کانال سینما دو. ما توی کانال سینما دو عموما در خصوص جریان ها و نظری های سینمایی صحبت میکنیم این وسط اگر فیلم و سریالی هم باشه در خصوصش ویدیو آماده میکنم و راجبش با هم دیگه صحبت میکنیم پس اگر علاقه من به این دست ویدیو هستین اگر علاقه من به صحبت کردن در خصوص سینما با من هستین کافی سابسکرایب کنید دکمه زنگوله رو بزنید تا ما دامی که ویدیو رو بارگذاری کردن از طریق نوتیفیکیشن مطلع شین و باعث افتخار بنده اگر استفاده کنید بریم سراغ سریال در انتهای شب سریال فوقلاده در انتهای شب با خانوم به کارگردانی خانم آیدا پناهنده به ایشون خانم پناهنده و همسرشون آقای ارسلان امیری با بازی بی آقای پارسا پیروزبر و خانم هدا زین توضیحات رو همینجا همین الان تموم میکنیم توی کامنت ها گفته بودین خیلی توضیح داده میشه کم باید بشه چشم دیگه توضیح اونچنانی نمیدیم بریم بریم سراغ بررسی سریال در انتهای شب و اینکه چرا حتما و حتما و حتما باید سریال در انتهای شب رو دید اولین چیزی که توی سریال نظر منو به خودش جلب کرد انتخاب فرم غیر خطی روایت برای اپیزود اول بود برای که بفهمیم دلیل استفاده این کار توی اپیزود اول تخصصا هم فقط برای اون اپیزود چی بود یا مدخل فهمیدن این داستان شاید نگاه دوباره ما به تعریف فرم در سینما باشه فرم در سینما میشه مجموع فعالیت ها و مجموع سیستم هایی که شما برای رساندن یک محتوا استفاده میکنید توی اپیزود اول شما بخشی از در ابتدا بخشی از طلاق رو میبینید که اینا پروسه که طلاق رو دارن انجام میدن شب قبل از اینکه بخوان برن محضر بعد زندگی عادی رو میبینید دوباره بخشی دیگری از لحظات و به قول معروف دقایقی که مشکلاتی با هم دیگه داشتن رو میبینید بدون که حالا خیلی شننگ تخت هم بخواد بندازه یه اتفاق جذابم هم توش افتاده یه شب آخری که ما میبینیم اینها میخوان بخوابن خانوم میگه من عادت کردم روی م... روی تختی که خوابم نمیبره یعنی مشکل طولانی مدته یعنی که شما تصور نکنید که صرفاً به خاطر اون اتفاقی که داخل سریال گفته شده اینها میخوان از هم دیگه جدا بشند خیر اتفاق طولانی تره، روند پیچیده تره و این آدم ها شاید روزها ماها سالهاست که دارن به این قضیه فکر میکنن به خاطر همینه که ما در عین زندگی عادی که دارن در عین اون مشکل عادی که در براشون پیش اومده داریم تماشا میکنیم دائما انگار یک چیزی به صورت موازی از تو مغزمون رو داره میگذرونه کارگردان از اینکه انگار این مشکل روون بوده ها مشکل همیشه بوده ها و به نظر من خانم پناهنده به خاطر این فرم غیر خطی روایت رو در اپیزود اول استفاده کرده برای اینکه بیاد این به قول معروف زمان بندی که ما تو ذهنمون بوده رو خراب کنه و بگه این مشکلات در زندگی و زیست این آدم ها ریشه در سالها داره از طرفی و در ادامه حالا این فرمی که داریم میبینی این و این اتفاقات این کلید هایی که داره به ما یادآوری میکنه مشکلات حاصل زمان طولانیه رابطه پدر پسر هم خیلی جذاب و خیلی درست در اومده و اون هم در خدمت همین گفتمانی که داره انجام میشه اول برای اینکه یه مقدار درک بهتری از این دو نفر آدم داشته باشیم یعنی پارسا پیروزفر و آقای رایان سلک خیلی بازیگر خوبی هم. خیلی بازیگر کار درستی هم به نظر من اگر مدیریت بشن حتما آینده درخشانی خواهند داشت توی اپیزود اول برگردید به اون سکانسی که توی کمد گیر کرده مامانه ازش میپرسه اینجا چی میخوای میگه من از بازی انداختم بیرون اینجا چی میخوای به من میگن خیلی داد میزنی این دیالوگ این دو نفر آدمه اینجا چی میخوای ولی من توپو مثلا شوت کردم اون سمت مثلا دروازه. یه همچین جوابی. بعد پارسا پیروزفر رو حالا بعد که از اون محل اطلاعات نظامی میاد میگه دیشب کجا بودی؟ میگه تحقیر شدم. میگه دیشب کجا بودی؟ میگه اتوبوس منو اشتباه برد. به جواب این دو نفر آدم دقت کنین. به هایی که بهشون میشه. یه بیماری داره به ما میگه دیگه. من سر در نمیارم ولی میدونم احتمالا این دو نفر آدم از یه بیماری دارن رنج میبرن و این دو نفر آدم رو یک طیف اخلاقی دارن جلو میرن خیلی به نظرم خوب رابطه پدر پسر رو در ورده. و ما با نگاهی به زندگی پسره احتمالا میتونیم یک شمایل کلی از زندگی خانم زینولابدین توی فیلم داشته باشیم که داره چجوری زیست میکنه آیا همسر و مادر یک فرزنده و یا مادر دو فرزنده توی سکانس شروعی اون جوکر و بتمن که هر دو انگار واقعا بچن دارن تو خونه بازی میکنن به خانم زین الابدین نگاه کنی خوشحال نیست از تکاپوی که تو خونه شد. انگار که دیگه خسته است انگار که دیگه طولانی شده این پروسا و به نظر من خیلی خوب پرداخت شده توی این سریال و من از همون اپیزود اول میفهمم که مشکل اینها سر اتوبوس نیست سر مسیر نیست سر رفت آمد نیست سر حتی اون اتفاقی که برای آقای بهنام پارسا پیروس و افتاده هم نیست جای دیگه داره میره این یه فن در فیلم نامه و به نظر من خانم پناهنده و آقای امیری خیلی خوب تونستن پسش حالا به این تعریف کیک تولد آقای پارسا پیروزفر هم توی سریال اضافه کنید موقعی که کیک رو براش میاری میگه قندم افتاده یه چیزی شیرین برام بیار کیک تولدش رو براش میاری میگه کیک از کجا اومد هنوز نمیدونه که تولدش بوده و هنوز نمیدونه که در چه بازه زمانیه در چه بازه مکانی و این هم باز یک نشانی از رابطه این دو نفر آدمه چیزی که ما فکر میکنیم خیلی خوشگله حتی خواهر خانم زین و, و بهش میگه میگه همه حسرت و شوهر تو رو میخونن تو جدا میشی اولاق ولی خب همه چیز این پشته این پشتیه که ما نمیبینیم فاجعه اونجا داره اتفاق میفته و توی تعریف مدرن توی تعریف سینمای مدرن تو تعریف مدرن تا یه تعریف سینمای مدرن یا قصه پردازی مدرن اگه بخوام درست بگم اتفاقا دیگه سراغ مشکلات بزرگ نمیرن فیلم نامه ها یک نفر مثلا خیانت کرده یک نفر چه میدونم مریضه یه نفر حالا هر اتفاقی که براش افتاده دیگه اتفاقا سراغ اون مسائل نمیرن سراغ روزمرگی انسان میرن سراغ انسان مدرن میرن که هر روز گیر کرده لایه یک سری چرخ که عملا زندگی کردن رو فراموش کرده و چقدر مسیر درسته و چقدر انگار خانم پناهنده اینجا رو زیست کرده من کارم تهران خونم کرجه و هر روز این اتفاق برای من میفته هرچی پادکست گوش میدی هرچی موزیک گوش میدی هرچی نمیدونم حواست رو این مرون بر پرت میکنی کاره دیگه میکنی نمیرسی باز و وقتی که میرسی خونه خیلی معذرت میخوام بیادبی نباشه تن لشتت میرسه اونجا واقعا دیگه آدمی نیستی برای زیست کردن آدمی نیستی برای زیست به معنای درستش میگم به معنای انسانیش میگم برای پیشرفت شخصیتیت خیر و چقدر خوب خانم پناهنده اومده از این علمان تو این سریال به عنوان یک مشکل گنده استفاده کرده که واقعا هم مشکل گنده ایه یه اتفاق جذابی دیگه که توی سریال افتاده بود توی اپیزود دومش بود در خصوص اون مسائلی که راجب طلاق داشتن و اون دفترخونه ای که میرن اون طلاقی که میخوام بگن آقای سیامه سفری نقشه حالا کسی که خطوه طلاق رو میخونه رو داره بازی میکنه بازیشون میده طولش میده حالا احتمالاً معلوم مشخصا دلش نمیخواد اینا از هم دیگه طلاق بگیرن ما هم واقعا دلمون نمیخواد اینا از هم طلاق بگیرن توی سریال و اینها حالا توی بخشش درگیر یک ماجرای عروسی میشن که اونجا عاقد با سیامک سفری یعنی برادر دوقلوه مثلا همدیگر اینها و چقدر این هم برای من باز اتفاق با بود اینکه کسی که خطبه عقد رو میخونه یک نفره و کسی که خطبه طلاق رو میخونه اون هم انگار یک نفره درسته که توی سریال میگه اینا برادر دو قول هم ولی انگار یک نفرند ما کمی قبل از طلاقمون در یک مراسم ازدواجیم و واقعا چه تعریف جالبی از زندگی داره خانم پناهنده ازدواج و طلاق دروی یک سکه مرز باریکیه بین زندگی کردن خوب زندگی کردن یا جدا شدن شما باید خیلی حواستون به زندگیتون باشه که این دروی یه سکه کجاش برای شما میفته و کجاش برای شما خوشحال میفته تعمدن اومده انتخاب کرده این اتفاق رو که آی سیامک سفری دو نفر باشه در یک موقعیتی با 180 درجه متفاوت به قول معروف حسی و رفتاری یا مثلا اون پلانی که برای تصادف خانوم زینالا بدیم بعد از مراسم طلاق داره میذاره زن وارد دنیای مردونه نمیشه تصادف میشه همه مردها میریزن و پارسا پیروزفر کنار با نگاه, ن... نگاه میکنه و نزدیک نمیشه اولا ما داریم دوره گذار رو میبینیم از پارسا پیروزفر دیگه داره گذر میکنه دیگه انگار داره به خودش میقبونونه مشکلات زن دیگه براش مهم نیست از اون طرف زن رو هم داریم میبینیم که جدا شده و وارد دنیای مردونه شده انگار اونم به سرعت با حرکت انفجاری تصادفی خیلی تلخ بود برای من اون صحنه گذار آقای پارسا پیروزفر از زندگی خودش برای من خیلی تلخ بود همونجور که رفتارهای عصبی شوخیهای بیمورد این آدم ها قبل از طلاق برای من خیلی تلخ بود اینکه انگار یه چیزی داره بهشون فشار میاره که باید کار انجام بشه و یک چیزی هم میخواد مقابله کنه با اون اتفاق و فاجعه ای که انگار داره براشون اتفاق میفته شاید بهتر باشه برای درک این حرف من یه نگاهی ما مثلا به ترس های ما بندازیم اینکه مثلا ما از ترس ما از تنهایی یا از آزادی بی حد و حصر میترسیم و اومدیم چه ساز و کار دفاعی رو مثلا اتخاذ کردیم اون هم عدم مسئولیت پذیریه اون همش مثلا استفاده از شوخی های نابجایی که فضای ذهنیمون رو از فاجعه ای که قرار اتفاق بیفته پرت کنه خیلی برای من ترخ بود من واقعا به اون شوخی نخندیدم چون تجارب مشترکی با این قضیه داشتم و میدونستم که زندگی قراره به چه مسیر تاریک و سختی بره و در پایان این هم بگم بیم بگذریم از این نقدی که راجع به سریال داریم میکنیم بیم بگذریم از تمام مسائلی که توی این سریال تا الان به صورت فنی مثلا بررسی کرده بیایم یه نگاه کلی به کانسپتش داشته باشیم بیایم از یه زاویه دیگه به سریال نگاه کنیم خودمون خودمون با خودمون خلوت کنیم با سوالایی که سریال داره برامون مطرح میکنه زندگیمون رو تا کجا توی چه شرایط و شروطی میتونیم ادامه بدیم چقدر برای خوشحال بودن توی زندگی مشکلات گنده قدیمی تأثیر گذاره برگردیم به اونجایی که آقای داوود نجات پدر خانم زینون آبدیم میزنه تو گوشش میگه چت بود خیانت کرد عقیم بود نمیدونم دست به زن داشت ولی خب اگر یک فردی اینها رو نداشته باشه آیا فرد مناسبیه برای زندگی کردن با ما در دنیای مدرن چقدر عوامل دیگه تاثیر گذارن ما چقدر به روزمرگی میرسیم چقدر به لحظات و ساعتهایی میرسیم در زندگی مشترکمون که میبینیم ساعتها با طرف مقابلمون حرف نزدیم حرف مشترکی نداشتیم ذوق برای صحبت کردن باهاش نداشتیم و حتی اگر هم حرف زدیم بنا به رفع تکلیف بوده نمیگم اینجوریان میگم برگردیم به زندگی خودمون نگاه کنیم چقدر چرخدندهای نظام سرمایه داری با رونده شدن طبقه متوسطی یا پایین دستی مثل ما مثلا به هاشی های شهر چقدر باعث شده که زندگی یا تحت تاثیر خودش قرار بگیره تکلیف خانواده چی میشه همسر فرزند پدر مادر همه اینها تحت تاثیر این اتفاقات دارن قرار میگیرن خب بعدش چی خونه بگیریم ماشین بگیریم آیندهمون رو تضمین کنیم حالمون رو هم از بین ببریم چقدر میتونه درست باشه حالا سمت دیگه ای خب اگر بخوایم به همه اینها فکر نکنیم چقدر میتونیم توی آینده مبهم بچهمون دخیل باشیم توی آینده مبهم خودمون دخیل باشیم با این شرایط به نظر من در انتهای شب یک فاجعه رو داره نشون میده پیچیدت هشلایی یه سری شوخی ها و, و یه سری و یه سری اتفاقات جذاب سریال چه سینمایی چه محتوایی ولی فاجعه است خیلی فاجعه است پرداخت خانم پناهنده به این قسمت از زندگی جامعه مدرن برای من جذاب بود و دائما از خودم سوال میپرسیدم آیا روزمرگی باعث میشه ما دیگه طرف مقابلمون رو دوست نداشته باشیم و دوست نداشتن ما آیا باعث میشه که ما یک رابطه رو تموم کنیم اگر جواب آره است و باید جدا بشیم که خب تکلیف ساختن چی میشه پس اینکه یک روابط رو باید ساخته بشه اینکه آدم ها باید روی یک بستری به یک تعامل فرهنگی و دیدگاهی با هم دیگه برسن و اصلا تمدن برای چی به وجود اومده چرا دیگه ما شمشیر دست نمیگیریم سر هم دیگه رو ببریم وقتی به یک نقطه تفاهم نمیرسیم چون تمدنی اجازه داره به ما نمیده پس الان اون تمدن چرا داره برعکس عمل میکنه تمدنی که توی ساختمون های بلند آورده ماشین های تند رو آورده اداره جات نمیدونم سر به فلک کشیده آورده و طبعا زمین رو گسترش داده چرا پس الان داره نتیجه عکس میده در جامعه سوال های خیلی خوبی مطرح میکنه. خاطر همین میگم سریال در انتهای شب رو باید ببینید حتما موضوع خودتون باش خدا نگهدار